دلجویی مهدی کروبی از خانواده زندانی سیاسی احمد رضا احمدپور. شکایت عبدالله مؤمنی از شکنجهگرانش در زندان اوین. انتقال زندانیان سیاسی بند زنان اوین به بند متادون. حکم زندان برای دو فعال ملی مذهبی در اهواز. قدیانی کودتای انتخاباتی را نشانه زوال جمهوریت و اسلامیت نظام خواند. مخالفت با درخواست مرخصی بهمن عمویی. درخواست رفع فیلتر از وبسایت بنیاد باران. بنیاد باران پرونده‌ای در وزارت کشور ندارد. انتشار روزنامه اعتماد پس از طی مراحل قضایی. آغاز به کار مجدد سامانه جامعه مدرسین و طلاب قم و نجف. تدوین لایحه جرم سیاسی در دستور کار قوه قضاییه نیست. بازداشت محسن برزگر و علیرضا کیانی دو فعال دانشجویی. محکومیت احمد باب فعال اجتماعی مریوان به 14 سال حبس. در این بخش خبری توجه شما هموطنان گرامی را به اخبار جنبش سبز و حقوق بشری جلب می‌کنیم. مهدی کروبی از خانواده احمدرضا احمدپور دلجویی کرد. مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز روز شنبه در تماس تلفنی با خانواده احمدرضا احمدپور از آنان دلجویی کرد. به گزارش نوروز، کروبی ضمن آرزوی آزادی و سلامتی برای احمدرضا احمدپور از خانواده وی خواست که صبر و بردباری پیشه کنند و در برابر ناملایمات و مشکلات مقاوم باشند. احمدرضا احمدپور عضو جبهه مشارکت قم و پژوهشگر حوزه و نویسنده وبلاگ پژواک خاموش هم‌اکنون در بند ویژه روحانیت زندان مرکزی قم محبوس است. احمدپور در هفتمین روز وفات آیت الله منتظری و نیز در روز عاشورای 88 به دست نیروهای امنیتی بازداشت و سپس به یک سال حبس به اتهام تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب و هتک حیثیت روحانیت و نیز خلع لباس روحانیت محکوم شد. عبدالله مؤمنی از شکنجهگرانش در زندان اوین شکایت کرد. عبدالله مؤمنی سخنگوی سازمان ادوار تحکیم وحدت از افرادی که در مدت بازداشتش در بند 209 اوین مستقیم یا غیر مستقیم در شکنجه اش نقش داشتند شکایت کرد. او شکایت نامه اش را پس از تنظیم در دادسرای اوین به عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران تحویل داد. به گزارش کلمه وی در این شکایتنامه از سعید مرتضوی دادستان قبلی تهران، حیدری فر بازپرس دادگاه انقلاب و از متهمان اصلی حوادث بازداشتگاه کهریزک، قاضی صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب و بازجوهای وزارت اطلاعات از جمله بازجویی به نام سید صالحی مشهور به سید شکایت کرده است. عبدالله مؤمنی هم اکنون در بند 350 زندان اوین به سر می‌برد. او چندی پیش نامه‌ای خطاب به رهبری نوشت و در آن شکنجه‌هایش در هنگام بازجویی را شرح داد. مؤمنی در نامه‌اش به رهبری به شکنجه‌های سید صالحی و همراهی بازپرس حیدری فر با او اشاره کرده و گفته بود قاضی صلواتی بارها به او گفته است که اگر خواسته بازجویش را برآورده نکند حکم سنگینی برایش صادر می‌شود. مؤمنی در بخشی از نامش خطاب به رهبری گفته بود ضرب و شتم و رفتارهای غیر قانونی از همان لحظه اول بازداشت من آغاز شد. در جریان دستگیری در حالی که گاز اشکاور در فضای بسته مرا به حالت خفگی انداخته و امکان هر گونه تحرکی را از من سلب کرده بود
مأموران دست بردار نبوده و با کینه و دشمنی چنان مرا به زیر مشت و لگد گرفتند که با بینی، دهان و دندانهای خونین و دستان و پاهای زنجیر شده به مسئولانشان در زندان اوین تحویل شدند. زندانیان سیاسی بند زنان اوین به بند متادون منتقل شدند. زندانیان سیاسی بند زنان اوین روز یکشنبه به قرنطینه بند متادون این زندان منتقل شدند. به گزارش جرس، در پی 3 روز قطعی تلفن بند زنان زندان اوین، روز یکشنبه ماموران همه زندانیان سیاسی این بند را به قرنطینه بند نصفان معروف به بند متادون منتقل کردند. در این انتقال به زندانیان گفته شده است که تمام وسایلشان را با خود ببرند. در این مکان معتادان به مواد مخدر و مبتلایان به بیماری‌های عفونی پیش از انتقال به بندهای عمومی نگهداری می‌شوند. شرایط روانی و بهداشتی این بند به حدی بد است که مسئولان زندان زنان برای تنبیه زندانیان آنان را تهدید می‌کنند که به این بند منتقل می‌شوند. به گزارش جرس، در 1 هفته گذشته به علت قطع تلفن زندانیان سیاسی، آنان نتوانستند با خانواده‌هایشان تماس بگیرند و این اخبار را نیز زندانیان غیر سیاسی دیگر اتاق‌ها در اختیار جرس قرار دادند. بنابراین گزارش، 15 نفر از زندانیان سیاسی محبوس در اوین به این بند منتقل شدند که بهاره هدایت، مهدی گلرو، عاطفه نبوی، زهرا جباری، معصومه یاوری، فرح واضحان، نازیلا دشتی، عالیه اقدام دوست، کفایت ملک محمدی، پروین جوادزاده، مهسا رحمتی و کبرا زاغدوست در میان آنها بودند. دو فعال ملی مذهبی در اهواز به حبس محکوم شدند. شعبه 3 دادگاه انقلاب اهواز مسعود لدنی و پروین کهزادی را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به ترتیب به 2 حبس تعزیری و 6 حبس تعلیقی محکوم کرد. به گزارش جرس، در حکم دادگاه مسعود لدنی به راه اندازی جمعیت توسعه سیاسی فرهنگی خوزستان بر پایه عدم اعتقاد به ولایت فقیه و جدای دین از حکومت با خط مشی براندازی نرم متهم شده است. پروین کهزادی نیز متهم شده است که با علم به این موارد به عضویت این تشکل درآمده است. در این حکم آمده که به علت شرایط اجتماعی و اولاددار بودن کهزادی حکم او به مدت 2 به حالت تعلیق درآمده است. پروین کهزادی همسر مسعود لدنی و از فعالان جنبش زنان است. پیش از این در آستانه 22 خرداد 89 عده‌ای از اعضای جمعیت توسعه سیاسی فرهنگی خوزستان به ستاد خبری اهواز احضار و در آنجا بازجویی شدند. جمعیت توسعه فرهنگی سیاسی خوزستان بیش از 10 سابقه فعالیت دارد. قدیانی در دادگاه گفت کودتای انتخاباتی نشانه زوال جمهوریت و اسلامیت نظام است. ابوالفضل قدیانی عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در دادگاه گفت کودتای انتخاباتی نشانه ای از زوال جمهوریت و اسلامیت نظام است که مردم به آن رأی دادند. به گزارش کلمه، قدیانی که در شعبه 2 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه محاکمه می شد، همچنین به علنی نبودن دادگاه و نبود هیئت منصفه اعتراض کرده و از قاضی خواسته قانون را در جایی که اسمش دادگاه است رعایت کند. او غیر علنی بودن دادگاه را نشانی از بیقانونی دستگاه قضایی خوانده است. قدیانی در این دادگاه محمود احمدی نژاد را ریاکار و دروغگو خوانده و دلایل خود را در این باره بیان کرده است. به گزارش کلمه، صراحت قدیانی در دفاعیتش منجر به جدال لفظی میان او و قاضی مقیسه شده است. او گفته است به زودی متن کامل دفاعیتش را منتشر می‌کند. ابوالفضل قدیانی 7 دی سال گذشته به اتهام توهین به رئیس جمهور دستگیر و روانه زندان اوین شد. با درخواست مرخصی بهمن احمدی عمویی مخالفت شد. به گزارش کلمه، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران با درخواست های خانواده بهمن احمدی عمویی برای مرخصی یا آزادی موقت او مخالفت می کند. این در حالی است که وی از ماها قبل 500 میلیون تومان وثیقه به دادگاه انقلاب سپرده است. عمویی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل اقتصادی 17 ماه است که در زندان به سر می‌برد و در این مدت فقط در عید نوروز به مرخصی آمده است. به گزارش کلمه، بهمن احمدی عمویی هم اکنون در بند 350 زندان اوین به سر می‌برد و تنها 1 در هفته به مدت 20 دقیقه حق ملاقات کابینی با خانواده‌اش را دارد. به علت قطع بودن تلفن‌های بند 350 زندان اوین
احمدی عمویی هیچ گونه ارتباطی با مادر سال خورده و دیگر اعضای خانواده اش که در شهرستان ساکنند ندارد و تنها همسرش هفته یک بار می تواند با او ملاقات کند. بهمن احمدی عمویی شامگاه 30 خرداد سال 88 یک هفته پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری به همراه همسرش ژیلا بنی یعقوب بازداشت و روانه زندان شد. او در این مدت نزدیک به 140 روز در سلول انفرادی بوده است. احمدی عمویی به حکم قاضی پیرعباسی رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب به 7 سال و 4 ماه حبس و 34 ضرب شلاق محکوم شد که این حکم در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر به 5 سال حبس تغییر یافت. مدیرعامل بنیاد باران خواستار رفع فیلتر از وبسایت این بنیاد شد. اسدالله رازانی مدیرعامل بنیاد باران با تاکید بر قانونی بودن فعالیت‌های این بنیاد گفت درخواست رفع فیلتر از وبسایت بنیاد باران به کمیته تعیین مصادیق جرایم رایانه‌ای ارائه می‌شود. به گزارش ایلنا، رازانی در پاسخ به سوالی درباره دلیل فیلتر شدن سایت بنیاد باران گفت دلیل این موضوع به طور رسمی به ما اعلام نشده است و ظاهراً از طرف دادستانی با سرویس پشتیبانی کننده سایت تماس گرفته شده و دستور قطع کردن سرویس دهی به سایت باران صادر شده و سپس سایت فیلتر شد. به گفته او، قبلاً دادستانی از طریق سرویس پشتیبانی کننده وبسایت بنیاد باران اعلام کرده بود که یکی از مطالب مندرج در این وبسایت از نظر کمیته تعیین مصادیق جرایم رایانه‌ای خلاف قانون است و این مطلب پس از مدت کوتاهی از روی وبسایت برداشته شده است. رازانی افزود در اتفاق اخیر سایت باران بدون هیچ تذکری از سوی دادستانی یا کمیته تعیین مصادیق و همزمان با فیلتر شدن سایت سید محمد خاتمی مسدود و فیلتر شد. مدیرعامل بنیاد باران از پیگیری این موضوع خبر داد و گفت بنیاد باران بر اساس مجوز صادره از سوی وزارت کشور و امضای شخص وزیر به عنوان یک نهاد غیر دولتی ثبت شده است و اساسنامه و تمام تغییرات آن در مؤسسه ثبت شرکت ها ثبت شده و عمدتاً نیز در زمینه های فرهنگی اجتماعی فعالیت می کند. رازانی با تاکید بر این که کوچکترین فعالیت غیرقانونی در بنیاد باران صورت نگرفته گفت محور عمده بحث‌های مطرح در جلسات باران که عمدتاً همکاران دولت سابق حضور می‌یابند و محتوای آن رسماً در سایت منتشر شده است اهم موضوعات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است و بحث‌های سیاسی نیز چندان مطرح نمی‌شود. به گفته مدیرعامل بنیاد باران تاکنون حتی یک مورد ایراد قانونی به فعالیت این بنیاد گرفته نشده است. برای صدور مجوز فعالیت بنیاد باران پرونده‌ای در وزارت کشور تشکیل نشده است. محمود عباس‌زاده مشکینی دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب اعلام کرد بنیاد باران از این کمیسیون مجوز فعالیت سیاسی ندارد و برای صدور مجوز مؤسسه غیر دولتی برای این بنیاد نیز جلسه‌ای تشکیل نشده است. عباس‌زاده مشکینی همچنین به خبرگزاری دانشجویان ایران گفته است طبق اطلاعیه‌ای که خودشان منتشر کردند حوزه فعالیتشان کاملا غیر سیاسی است. وی افزوده است با توجه به اینکه بنیاد باران اخیراً طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که به عنوان یک سازمان غیر دولتی فعالیت می‌کند و در واقع یک NGO است و مسائل مربوط به سازمان‌های غیر دولتی مربوط به حوزه اجتماعی است و کمیسیون ماده 10 احزاب در این مورد نفیاً و اثباتاً تصمیم نمی‌گیرد. به گفته وی در آخرین روزهای مسئولیت مساوی لاری در وزارت کشور مجوز NGO به نام بنیاد باران صادر شده است. اما طبق بررسی‌های حوزه اجتماعی وزارت کشور پرونده‌ای برای صدور مجوز در جهت فعالیت بنیاد باران تشکیل نشده است. عباس‌زاده گفته است اگر فعالیت‌های بنیاد باران در حوزه‌هایی باشد که برای فعالیت در آن حوزه مجوز گرفته و بر همین مبنا اساسنامه تنظیم کرده است، این فعالیت‌ها بلا اشکال و اگر فعالیتش از چارچوب مجوزی که گرفته شده خارج باشد، خلاف قانون است. سید محمد خاتمی پس از اتمام دوره ریاست جمهوریش به همراه حسن حبیبی، محمد رضا عارف، محمد باقریان، محمد ستاریفر، سید صفدر حسینی و جعفر توفیقی بنیاد آزادی، رشد و آبادانی ایران باران را تأسیس کرد. روزنامه اعتماد پس از طی مراحل قضایی منتشر می شود. الیاس حضرتی مدیر مسئول روزنامه اعتماد گفت این روزنامه پس از گذراندن مراحل قضایی منتشر خواهد شد. به گزارش ایلنا، حضرتی گفته است که تنها مشکل منتشر نشدن روزنامه‌اش مسائل قضایی بوده که هنوز به پایان نرسید.